در خبرها. یک روز پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرد که ایران عمدن مقدار اورانیوم غنی شده در آن کشور را کمتر از آنچه که هست گزارش کرده، دولت ایران امروز بار دیگر تاکید کرد که با آژانس همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حسن قشقاوی به خبرنگاران گفت هیچ چیز پنهانی وجود ندارد، در چارچوب NPT همکاری داریم و همه چیز شفاف و دقیق است. فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران طبق برنامه ادامه دارد و این فعالیت‌ها تحت کنترل آژانس و در چارچوب پیمان NPT و پادمان است. روز یکشنبه آژانس اعلام کرد که جمهوری اسلامی همکاری می‌کند تا یقین حاصل شود که دیگر مقدار اورانیومی را که غنی کرده کمتر از حد واقعی گزارش نمی‌کند. آژانس هفته پیش گزارش کرده بود که ذخیره اورانیوم غنی شده در غلظت پایین در ایران از ماه نوامبر بسیار افزایش یافته و به 1010 کیلوگرم رسیده است. شورای همکاری کشورهای عرب ششگانه خلیج فارس دیروز از ایران خواست که از اظهارات خصمانه علیه حاکمیت بحرین خودداری کند. اوایل ماه جاری به نقل از حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، گزارش شده بود که وی گفته است بحرین استان 14 ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران حسن قشقاوی امروز بار دیگر تاکید کرد که اظهارات ناطق نوری سوء تعبیر شده و روابط دو کشور بر پایه مصالح متقابل پیگیری می شود. آن اظهارات که در محافل بحرین با اعتراضهایی روبرو شد، این خطر را به وجود آورده که انعقاد قرارداد تحویل سالانه 1 میلیارد مکعب گاز طبیعی ایران به بحرین عملی نشود. منوچهر متقی وزیر خارجه ایران دیروز از پاکستان خواست ستیزجویان و گروه‌های شورشی را که در امتداد مرز ایران و پاکستان فعالیت می‌کنند سرکوب کنند. متقی در دیدارش با محمد بخش عباسی سفیر پاکستان در تهران گفت برخورد جدی با اشرار و دشمنان روابط دو کشور دوست ایران و پاکستان یک ضرورت است. استان سیستان بلوچستان که با افغانستان و پاکستان هم مرز است، شاهد افزایش برخوردها بین نیروهای امنیتی ایران، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه سنی شورشی جندالله مستقر در پاکستان بوده است. وزیر خارجه ایران همچنین از اسلام آباد خواست بر کوشش‌های خود جهت آزاد شدن حشمت الله عطارزاده نیاکی، دیپلمات ربوده شده ایرانی بیفزاید. او در ماه نوامبر 2008 در شهر پیشاور در شمال باختری پاکستان ربوده شد. این خبرها و خبرهای دیگر در ایران.com